شکاف و شقه از رأس تا بدنه نظام. این روزها به هر موضوعی در رژیم نگاه می‌کنیم، قبل از هر چیز یک جنگ باندی را می‌بینیم. از بحران آب و ریزگردها گرفته تا مسائل منطقه‌ای و برجام تا گفتگو با اروپا برای ادامه‌ی برجام. ناظران می‌گویند اینکه زهری که تنها فعلا بوی آن به مشام رژیم خورده، چنین شکافی را از بالا تا پایین رژیم ایجاد کرده، خودش از علائم فاز پایانی رژیم است. در گزارش کوتاهی از این رویارویی‌ها، از بیانیه خبرگان ارتجاع علیه دولت روحانی شروع می‌کنیم که در خود خبرگان باعث دعوای دوباند شد. بیانیه خبرگان ارتجاع 23 اردیبهشت: دستگاه دیپلماسی کشور اگرچه در چند سال گذشته تمام تلاش خود را برای انجام توافق موسوم به برجام به کار بست، لکن در مواردی خط قرمز مورد نظر مقام معظم رهبری در این توافق رعایت نگردید. لازم است رئیس جمهوری محترم صادقانه و با صراحت نسبت به خسارت‌های وارده در برجام که به خاطر عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی توسط رهبر معظم انقلاب، از جمله اخذ تضمین‌های لازم از 5+1 و نیز عدم رعایت اقدام متناظر و گام به گام پدید آمده، از مردم عزیز ایران عذرخواهی کرده تجربه توافق برجام را چراغ راه آینده قرار دهند. آخوند هاشمزاده حریصی، عضو خبرگان ارتجاع 23 اردیبهشت: این بیانیه همه خبرگان نیست. تقاضای عذرخواهی کردن رئیس جمهور بابت برجام نظر مجلس خبرگان نیست. باید اسم تعداد افرادی که بیانیه را امضا کردن مشخص باشد. ملتهب کردن فضای کشور بر سر برجام موجب باخت همه می شود. جامعه تبدار است. مذاکره با اروپایی ها را ادامه دهیم. نباید به مسائل اختلافی ورود کرد. جامعه تبدار است و مردم درباره موضوعات مختلف مخالف و موافق شدید هستند. این گونه نیست زمانی که درباره موضوعی صحبت می شود یک طرف کمتر بگوید و دیگری کم بیاورد. نه، این چنین نیست، بلکه این اتفاقات فقط موجب ناراحتی و بیزاری مردم می شود. در واقع موجب می شود این گروه ها به جنگ یکدیگر بیایند و فضای جامعه ملتهب شود و نتیجه گیری در بر نخواهد داشت. این اتفاق برد و باخت ندارد، بلکه همه طرف ها در این وضعیت خواهند باخت. بنابراین نباید به این مباحث دامن زده شود. مقتدایی، عضو خبرگان ارتجاع 23 اردیبهشت: توافق هسته‌ای و برجام حرکتی بود که نظام جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته بود و دنبال می‌کرد. مخالفان دولت روحانی در داخل کشور در شرایط فعلی نباید همان خوشحالی که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دارد را داشته باشند. بدهایی، عضو خبرگان ارتجاع 23 اردیبهشت: بیانیه خبرگان نظر همه اعضا نیست. اگر می‌دانستم هم بیانیه را امضا نمی‌کردم. عمادالدین باقی، از باند روحانی 23 اردیبهشت: عجب روزگاری است. این جماعت به جای اینکه به خاطر خسارت‌های پایان ناپذیرشان به ملت پاسخگو باشند، حالا طلبکار و پرسشگر شدند. آن هم کسانی که با رأی ناپلئونی و فیلتر استصوابی مقدرات ملت را در دست گرفتند. اما این دعوا بر سر برجام، همه اجزای رژیم، از سرکرده سپاه تا اعضای مجلس تا سایر مهره‌ها و رسانه‌های رژیم را فرا گرفته و حتی با گذشت 6 روز از سخنرانی روحانی پس از اعلام خروج آمریکا، یقه او را ول نمی‌کند که این فضولی‌ها به تو نیامده. مملکت ولی فقیه دارد و تو تنها یک امربر و مجری هستی، که البته این تهاجمات از طرف باند روحانی هم بی پاسخ نماند. نگاهی می‌کنیم به گوشه از این تک و پاتک‌ها. پاسدار محمدعلی جعفری، 23 اردیبهشت: اروپایی‌ها بارها اعلام کردند که نمی‌توانند مقابل تحریم‌های آمریکا بایستند. مشکل ایران کسانی هستند که عاشق غربند. ارگان باند مؤتلفه رسالت، 24 اردیبهشت: ماندن یا نماندن در برجام چیزی نیست که رئیس جمهور بتواند به تنهایی درباره آن تصمیم بگیرد و بعد از سخنان ترامپ مبنی بر خروج از برجام آن را اعلام کند. این موضع یعنی نادیده گرفتن مجلس، هیئت نظارت بر حسن اجرای برجام و شورای عالی امنیت ملی. وقتی که زاپاتا را برای گفتگو دعوت می‌کنند، هیچ حرفی جز گلوله باران او ندارند. همین و بس. برجام یک مدل بازسازی شده از ادعای گفتگو و مذاکره با زاپاتا بود. کیهان خامنه‌ای، 24 اردیبهشت: خروج از برجام و آنچه نباید.
دولت و آقای ظریف باید بدانند ملت ایران و رهبر معظم انقلاب هیچ اجازه‌ای به آنها برای مذاکره درباره قدرت دفاعی و موشکی و نقش ایران در منطقه در این مذاکرات چند هفته‌ای و عقب نشینی از خطوط قرمز نظام آنگونه که در مذاکرات هسته‌ای صورت گرفت ندادند. وقت امتیازدهی پشت پرده و دوران قاجاری گذشته است. روزنامه حکومتی شرق، 24 اردیبهشت، جاوید قربان‌اغلی، دیپلمات سابق. موضع‌گیری روحانی در اولین ساعات پس از سخنرانی ترامپ اقدامی به غایت صحیح، سنجیده و در راستای منافع کشور بود. تلاش ایران برای حفظ موضع اروپا حتی اگر تأمین کننده منافع حداکثری پیش بینی شده در برجام نباشد، در حفظ منافع حداقلی کشور و به خصوص پشت سر گذاشتن مرحله حساس در شرایط کنونی حائز اهمیت و ضروری است و باید در اتخاذ تصمیم در این شرایط بسیار حساس در کانون توجه تصمیم گیران کشور قرار گیرد.